انا لله و انا الیه راجعون. طلبه جوون هر روز میرفت به دبیرستانا و انگلیسی درس میداد. دستمزدش هم میشد مایه امرار معاشش. میگفت اینطوری استقلالم بیشتره. نواقص حوزه رو بهتر میفهمم و با شجاعت بیشتری میتونم نقدش کنم. جالب این که تا آخرم با حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش زندگی کرد. یه بار از بهشتی پرسیده بودن آیا افراد روحانی هم میتونن مسئولیت‌های اجرایی به عهده بگیرن؟ ایشون جواب داده بود بله، به شرط اینکه علم اون کارو داشته باشه، نه اینکه تکیهش به علوم حوزوی باشه. گفت صرف روحانی بودن به فرد صلاحیت ورود به هر کاری رو نمیده. لب کلام اینه که تقوا و تخصص باید با هم باشه و اصلا کسی که بدون تخصص کاریو قبول میکنه بی تقوایی کرده. شهید چمران هم همینو میگفت. شهید مظلوم سید محمد حسینی بهشتی تا آخر عمر بر سر آرمان‌های درستش موند. بیشترین جفت‌سازی و حمله‌ها رو علیهش برنامه‌ریزی کردن، ولی اون حتی با دشمناش هم روشنگرانه و بزرگوارانه برخورد کرد و شاید همین استقامتش بود که باعث شد تا حضورش رو تاب نیارن و از میون برش دارن. امثال شهید بهشتی میتونن ملت‌هایی رو سربلند و کشورهایی رو آباد کنن.